روزنامه‌نگار و تحلیلگر سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هستند. از سوئد به ما میپیوندند. میثم بهروش که به اذعان خودش حداقل از سال 2008 تا سال 2010 به عنوان تحلیلگر در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده است، سالها در تلویزیون بی بی سی فارسی فقط با عنوان پژوهشگر روابط بین الملل از دانشگاه لند سوئد معرفی شده است. میثم بهروش تحلیلگر مسائل سیاسی از مالمو سوئد. بهروش پژوهشگر روابط بین الملل از دانشگاه لند. میثم بهروش پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لند از شهر مالمو سوئد با ما هستند. اینکه دیدگاه‌های سیاسی یک عامل وزارت اطلاعات تغییر کرده باشد البته مثبت است، اما ذوق‌زدگی از این تغییر و اعتماد تمام و کمال به کسی که تا چندی پیش تحلیل‌هایش ابزار سرکوب و به خاک و خون کشیدن مردم بوده است و تقدیم تریبون و رسانه به او به هیچ وجه پذیرفته و منطقی نیست. حتی این موضوع مشخص نیست که این شخص فقط تحلیلگر بوده و یا به وقتش کنجگر و بازجو هم بوده است. مسئولین تلویزیون بی بی سی فارسی باید پاسخگو باشند که چرا و چگونه شخصی که در اوج اعتراضات سال 88 بخشی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است را بارها به عنوان پژوهشگر روابط بین الملل معرفی و تبلیغ کردند. میثم بهروش پژوهشگر روابط بین المللی دانشگاه لند سوئد از مالمو با ما هستند. میثم بهروش پژوهشگر روابط بین الملل. میثم بهروش کارشناس روابط بین الملل. و به راحتی مهمترین بخش فعالیت این شخص که بر علیه تمامی ملت در ایران بوده را از یاد بردند.